داوود جان کافی میخوری؟ کافی ترک؟ Yes, please. مرسی. خواهش. منظورم قهوه ارمنی بود. امیدوارم باره. Oh yeah. Come on, baby. Yeah. I'm making Armenian coffee. That's right. Davood loves Armenian coffee. Yeah. I'm making Armenian coffee. It's so delicious, you can fly with it. You can tell your fortune. I call it Aldous's gourmet coffee. Yeah, yeah. Yeah, yeah. It's getting there. It's getting there. Finally, it's ready. اینجا خونه آلدوش آلپانیان و داوود آژیره، دو تا آهنگساز ایرانی که سالهاست در روستایی در شمال فرانسه با سازها و گربه هاشون زندگی میکنن. اونا با هم شعر میگن، آهنگ میسازن و روی صحنه میرن و موسیقی بزرگترین بخش زندگیشونه. تفنگ فکر آهو بکشی آهو قشنگ تفنگیف بکوشی کوگ کوهی رنگ و رنگ تفنگ بزن به او دوز فروری تفنگ جو گولک سینی پلنگ تفنگ دردت به جونم تفنگ بی تو نمونم تفنگ دردت به جونم تفنگ بی تو نمونم کسانی که موسیقی راک ایرانی رو از قبل از انقلاب سال 57 دنبال میکردن میدونن که آلدوش و داوود یکی از اولین گروه های راک ایران رو به اسم هیپی ها در سال 1348 راه انداختن و از اون زمان تا حالا هر جا که بودن به سبک و سیاقشون وفادار موندن. آره. مثل این که بازی میخواد بیدیم بازی و درم بگوی چطوری؟ خوبی؟ Beep, 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 beep,
امسال به بهانه نوروز به این دو هنرمند سر زدم تا دو تا آهنگ فارسی قدیمیشونو که بعد از 20 سال بازنویسی کردن برامون اجرا کنن. این دیدار نوروزی بهانه شد که به زندگی پر از موسیقی این دو هنرمند نگاه دیگه ای بندازیم. 3, 2, 1. من و داوود 17-18 سالگی توی ارکست بودیم با هم. من ارکستی داشتم به نام فایربال بعد از هیپیز، ارکست هیپیز. یه ارکست جدید درست کردم و دنبال یه بیس پلیر میگشتم، کسی که باس بزنه با من. داوود هم کلاس من بود در واقع، توی هم یه مدرسه میرفتیم. داوود اومد به من گفت خیابون آلوش، شنیدم که دنبال باسیست میگردی. گفتم آره، چطور مگه؟ گفت من میتونم باهات کار بکنم. گفتم مگه تو باس میزنی؟ گفت نه، من گیتار میزنم ولی میتونم باس بزنم. گفتم خیلی خوب، اگر واقعا میخوای این کارو بکنی یه شرط داره. گفت چه شرطی؟ گفتم یه سولو باس هست، هفته دیگه میای قصر شیرین، جایی که ما برنامه اجرا میکردیم، با ما تمرین میکنی، اگر تونستی اینو بزنی چرا که نه، حتما. آهنگ گت ردی بود که یه باس طولانی داشت که باس سولو میزد در حقیقت. اینو تمامش من حفظ کردم و وقتی براش زدم تعجب کرد و گفت از حالا تو باسیست گروه هستی. موقعی که شروع کردیم زدیم دیدیم واو، عجب. واقعا خیلی زحمت کشیده بود و بسیار زیبا این کار انجام داد. ما همه برگشتیم بهش گفتیم داوود خوش آمدیم. Oh, my sunshine,
من کسی نبودم که راک رو شروع کردم تو ایران. بودن دوستانی که قبل از منم موسیقی راک رو شروع کردن. گروهایی بودن مثل تک خالا، مثل عجوبه ها، مثل بلک کتس. و موقعی که من کارم رو شروع کردم، به خاطر قیافه‌ای که داشتیم، کمربند پهن و زنجیر و نمیدونم مثل هیپی های زمان خودش و به اسم گروه هیپی ها، یه سوکسه خاصی پیدا کردیم به خاطر اینکه هر شنبه میمدیم توی تلویزیون. برای مردم خیلی عجیب بود و ما یه راه دیگه ای رو انتخاب کردیم برای یه موسیقی راک در واقع. این روزا از خونه ما بوی بنفش جاریه، از دل بی نیاز ما غصه و غم فراریه، گلای باغچه تو نسیم رقص دل انگیز میکنن، دلای بی تابمون رو از شوق لبریز میکنن، دخترا روی گیسشون گلای نرگس میزنن، تو سبزه ها ترانه ها از عشق و شادی میخونن، بچه ها توی کوچه ها جنگ ایران و عراق بود. یه پریودی بود که واقعا حس میکردم که چه کار بدی میکنم من موزیک میزنم، حس گناه داشتم که من چی میگم با سازم، در حالی که مردم اگه من تحصیل کرده بودم که مثلا پزشک بودم میتونستم کمک بکنم، یا اگه نونوا بودم میتونستم نون بپزم، ولی ساز من به چه درد میخوره. بعد از یه مدتی به این نتیجه رسیدم که هنر واقعاً خیلی لازمه، ولی خوشبختانه بشریت به یه جایی رسیده که بتونه مسائل دیگر رو حل کرده باشه و هنر میتونه کامل کننده خیلی خوبی باشه برای موجودیت بشر. دارم به هر فرمی که میشه موسیقی رو اجرا کنم. شخصا دوست ندارم فقط یه سبک رو ادامه بدم. تمام زندگی اینطوری بودم. برای اینکه ما همیشه دوست داریم آزاد باشیم، برای همین خودمون نمیتونیم توی یه سبکی محدود کنیم.
همونطوری خودمون نمیتونیم محدود کنیم با یه اکیپ، به خاطر همین ما توی هیچ دسته و فرقه و حرف نبودیم هیچ وقت. دوست داریم آزاد باشیم که بتونیم خودمون تصمیم بگیریم برای کارامون. موسیقی هستش و من به خصوص تلافی این سالهایی که زن بچه دار بودم و نمیتونستم فعالیت داشته باشم، کمتر داشتم، البته گروه داشتم همیشه، ولی کمتر به خصوص توی خلاقیت و آهنگسازی و ارنجمنت و اینا کمتر فعال بودم. تلافی که میخوام در بیانم حالا. من یه قسمت هم تو ایرانه، همیشه عاشق همه چیزای ایرانیه، چه آدماش، چه کشور، چه از هر نظر. ولی اگر اون آزادی رو داشتم تو ایران که بتونم رو صحنه باشم، مسلما ایران جای من. When you can't survive in the town of blue, when you feel ashamed for the time you've claimed, منطق ندارم میشه توش. تو علم منطق هست، ولی تو هنر احساسه که اولویت داره.
البته تو هنرم منطق هست، ولی تکنیک و شناختای علمی قضیه نیست که باعث بشه هنر وجود. هنر تمام اینها نتیجهش باید باشه بیان احساس. نگاهم در نگاهت یادآور گناهت، این ترانم حکایت ز دوری و خیانت، چه سودش که ندامت تباهی تا قیامت، گذشتن از تو و روزگار برای من سعادت، افسوس افسوس تا بود این بود پشت این قاب نجابت، یک نگاه پر شرارت، مخمل ناز صداقت، تن پوش این شهابت، کبیر خشک قامت، تشنه یک جو سخاوت، ساحل گرم رفاقت، مدفن عشق و محبت، افسوس افسوس تا بورین بود. ای آشنای دیروز، غریبه تو امروز، ایوان آن شب و روز، گرفته این دل هنوز، هنوز نشان از حماقت،